به نام خدا. سلام، در این اپیزود فصل ششم کتاب داروینیسم و طراحی هوشمندانه رو بررسی میکنیم. سال 1981 استفان جی گولد نوشت: تکامل تدریجی افزون بر این که نظریه است، حقیقت هم دارد. حقایق و نظریه ها با هم فرق دارند. آنها پله های نردبانی در سلسله مراتب رسیدن به قطعیت فزاینده نیستند. حقایق داده های جهانند، در حالی که نظریه ها ساختار ایده هایی هستند که حقایق را توضیح می دهند و تفسیر می کنند. وقتی دانشمندان برای توضیح نظریه‌های رقیب با هم بحث می‌کنند، حقایق از بین نمی‌روند. انسان‌ها از اجداد شبه میمون‌ها تکامل یافتند. خواه این کار با سازوکار پیشنهادی داروین انجام شده باشد یا با سازوکار دیگری. سال 1983 داگلاس فوتویاما، زیستشناس تکاملی دانشگاه ایالتی نیویورک، نوشت: ما با دو پرسش متمایز سر و کار داریم. نخستین پرسش، پرسشی تاریخی است. آیا واقعاً تکامل تدریجی اتفاق افتاده است؟ آیا اشکال زنده واقعاً از نیایی مشترک از اشکال ابتدایی به وجود آمدند؟ و پرسش دوم این است که اگر تکامل تدریجی واقعاً اتفاق افتاده باشد، چه سازوکارهایی مسئول آن هستند؟ به نظر من پرسش نخست در گروه حقایق جای گرفته است و پرسش دوم در دسته نظریه ها. من همونطور که در اپیزودهای قبلی گفتم، اکثریت دانشمندان جهان و ایران فرگشت رو یک حقیقت علمی می دونن. شخصا از خانم مرتضی نژاد، کارشناس ارشد ژنتیک انسانی، پرسیدم و در برنامه‌های آقای علیرضا امتیاز هم تمام کارشناسان معتقد بودند که فرگشت یک حقیقت علمیه، با اینکه ایراداتی جزئی بهش داشتند. اما آقای ولز با کنار هم گذاشتن شواهد و مدارک و نگاه نقادانه به این موضوع نظر دیگه‌ای داره که در ادامه این اپیزود بهش می‌پردازیم. سال 1996 انجمن آموزش و پرورش ایالت آلاباما و سال 2002 انجمن آموزش پرورش شهر کاپ در جورجیا برچسب‌هایی رو روی کتاب‌های زیست شناسی گذاشتند که در مورد تکامل تدریجی به دانش آموزان توصیه می‌کرد که این تئوری رو یک نظریه بدونن و نه یک حقیقت و دیدگاهی نقادانه نسبت بهش داشته باشند. داروینیست‌ها خیلی ناراحت شدن و شکایت کردند. جزئیات این ماجرا رو شما میتونید با مراجعه به کتاب بخونید و اسنادش رو هم ببینید. همینقدر بگم که دادگاه در سال 2005 به نفع داروینیست‌ها اعلام کرد این برچسب‌ها از کتاب‌های زیست شناسی حذف بشه. بعضی از داروینیست‌ها فکر می‌کنن این خلقتگرایان هستن که نظریه داروین رو حقیقت نمی‌دونن. اما نکته جالب اینه که بعضی از داروینیست‌ها قسمتی از تئوری داروین رو حقیقت می‌دونن و قسمتیش رو نظریه می‌دونن. مثلا سال 2005 فوتویاما در کتاب تکامل تدریجی نوشت: تکامل تدریجی حقیقتی علمی است. یعنی نسب همراه با اصلاح تمام گونه‌ها و یک نیای مشترک فرضیه‌ای است که طی 150 سال گذشته یا چیزی در همین حدود با مدارک بسیاری پشتیبانی شده و با موفقیت در برابر همه چالش‌ها مقاومت کرده و به حقیقت تبدیل شده است. در ضمن تکامل تدریجی نظریه هم هست. مجموعه‌ای از عبارات درباره جهش، انتخاب طبیعی و غیره که در کنار هم تغییرات گوناگونی را که موجودات زنده متحمل شده‌اند توضیح می‌دهد. و سال 1996 ریچارد داوکینز در مورد برچسب‌های کتاب‌های زیست‌شناسی گفت: حقیقت نظریه است که با تمام شواهد تایید شده و حجم عظیمی از مدارک کاملا مطلقا با تمام قدرت به شدت و چون پتک محکمی این نتیجه گیری را که تکامل تدریجی درست و صحیح است تایید می کند. آقای ولز معتقد تئوری داروین چه حقیقت باشه چه نظریه، شواهد و مدارک موجود به خوبی ازش پشتیبانی نمی کنند. و این مدارک پتک مانندی که آقای داوکینز میگه خیلی هم در جهت تایید نظریه داروین نیستند. در اپیزودهای قبلی متوجه شدین که سوابق فسیلی به خصوص انفجار کامبرین، جنین‌ها، مولکول‌ها و گونه‌زایی‌های مشاهده شده هیچ کدوم در جهت تایید نظریه داروین نبودند. و اساسی ترین مشکل تکامل تدریجی یعنی منشأ گونه‌ها لاینحل باقی مونده. حتی مفاهیمی مثل خردفرگشت و کلانفرگشت هم نتونستن ادعاهای داروین رو اثبات کنن. قطعاً تکامل تدریجی حقیقته، به این معنی که زمان حال با گذشته فرق داره. جهان هستی و موجودات زنده تاریخچه‌ای دارن. فراوانی ژن‌ها از نسلی به نسل بعد تغییر میکنه.
اعضای موجود در یک گونه از طریق نسب همراه با اصلاح به هم مرتبط هستند و تنوع و انتخاب طبیعی میتونه باعث تغییراتی در گونه های موجود بشه. همچنین تکامل تدریجی مجموعه ای از فرضیه های باور کردنی اما محدوده، مثل نسب همراه با اصلاح فنج های گالاپاگوس. اما ادعاهای داروینیسم بسیار فراتر از همین چند حقیقت و نظریه محدوده. ادعای بزرگ داروینیسم اینه که تمام موجودات زنده زادگان اصلاح شده نیای مشترکی هستند و فرایندهای طبیعی و هدایت نشده به تنهایی اونها رو ایجاد کرده. اگر مدارکی رو که داروینیست‌ها ادعا می‌کنند وزن کنیم سنگین هستند، اما تا حد زیادی بی‌ربط هستند. هزاران مقاله در مجلات علمی چاپ شده، اما اونها از نظر آقای ویلز چیزی جز مشتی شوخی نیستند. و اخیراً که داروینیست‌ها متوجه شدن مدارکشون چنگی به دل نمیزنه، برای تایید موقعیتشون به اجماع علمی رو آوردن. در ادامه آقای ویلز علم از طریق اجماع رو توضیح میده و نقد میکنه. سال 2003 استیون واینبرگ، فیزیکدان دانشگاه تگزاس و برنده جایزه نوبل، اعلام کرد که گرچه زیست شناس نیست ولی کارکرد علم رو درک میکنه و توضیح داد علم چیزیه که عموم دانشمندان اونو میپذیرن و به آموزش پرورش تگزاس اطمینان داد که نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی مورد استقبال عمومی دانشمندان قرار گرفته. سال 2005 انجمن اساتید آمریکا اعلام کرد تقریبا اکثریت جامعه پژوهشگران تکامل تدریجی رو پذیرفتن و باید به دانشجویان تدریس بشه، چون اجماع علمی قدرتمندی در این باره وجود داره. آقای ویلز میگه اجماع علمی به سه دلیل خطرناکه. 1. تاریخ ثابت کرده اجماع علمی غیر قابل اعتماده. سال 1600 اجماع علمی بر این بود که خورشید دور زمین میچرخه. سال 1750 اجماع علمی بر این بود که همه چیز با آزاد کردن فلوجیستون میسوزه. 2. اکثریت آرا به این بستگی داره که چه کسی در رأی گیری شرکت میکنه. نظرسنجی ها نشون میده اکثریت آمریکایی ها داروینیسم رو رد میکنن، اما داروینیست ها معتقدن اونها سواد علمی ندارن، بنابراین رأیشون به حساب نمیاد. سالهاست که مرکز علمی آموزش علوم NCSE ادعا میکنه هیچ دانشمند مشهوری به داروینیسم شک نداره. وقتی مؤسسه دیسکاوری در سیاتل شروع به تهیه فهرستی از جدا شدگان از داروینیسم کرد که بیش از 500 نفر با مدرک دکترا بودن، NCSE هم برای مسخره کردن این اقدام شروع به تهیه لیستی از دانشمندان موافق با داروینیسم کرد و به افتخار استفان جی گولد اسم این لیست رو استیو گذاشت. نکته مهم اینه که تعداد قابل توجهی به شکل روزافزون از دانشمندان با صلاحیت وجود دارن که با داروینیسم مخالفن و از اون جدا شدن. 3. وقتی به جای اینکه نظریه‌ای با شواهد و مدارک مبتنی بر طبیعت اثبات بشه بر اساس نظر اکثریت پذیرفته میشه، به نظریه‌ای در حیطه جامعه شناسی تبدیل میشه تا در حوزه علوم طبیعی. پس داروینیسم در ردیف مطالعات اجتماعی نه مطالعات علمی. بنابراین مدارک علمی برای داروینیسم ناامید کننده است و تاریخ هم مؤید اینه که اجماع علمی قابل اعتماد نیست. حالا این سوال پیش میاد که چرا این همه دانشمند ایمانشون رو بر سر داروینیسم گذاشتن؟ آقای ویلز در جواب این سوال توضیح میده که چطور فلسفه ماتریالیسم داروینیسم رو اثبات میکنه نه شواهد و مدارک. ماتریالیست یا ماده باوری معتقده که هر آنچه در هستی وجود داره ماده یا انرژیه و همه چیز از ماده تشکیل شده. داروین در کتاب خواستگاه گونه‌ها بارها گفته نظریش درسته چون خلقت اشتباهه. مثلا چرا باید در دیدگاه خلقت تنوع زیاد و نوپدیدی کم باشه؟ یا چرا در خلقت خفاش از استخوان‌های مشابهی برای بالها و پاها استفاده شده در حالی که بال و پا کاربرد متفاوتی دارند؟ داروین میگه این موارد با دیدگاه خلقت‌گرایان غیر قابل توضیحه. پس نظریه من درسته. همین طرز فکر در فوتویاما هم هست. در کتاب تکامل تدریجی در سال 2005 ایشون میگه نمونه‌های زیادی وجود دارد. برای مثال چشم‌های مهره‌داران یا سرپایان نرم‌تنان که ویژگی‌های کارکردی مشابه در آنها از نظر ساختار کاملا با هم متفاوت است. در صورتی میتوان انتظار چنین تفاوت‌هایی را داشت که این ساختارها از مشخصه‌هایی که در اجداد گوناگون متفاوتن اصلاح شده باشند. اما با این دیدگاه که آفریدگار قادر مطلقی باید بتواند هر چیزی را در بهترین و مطلوب ترین حالت طراحی کند در تناقض است. ما در علم این مدل استدلال‌ها را نداریم.
نیل سی گیلسپی مورخ دانشگاه ایالتی جورجیا میگه دفاع الهیاتی داروین از نسب همراه با اصلاح ریشه در درک او از آفریدگار دارد و در کتاب خواستگاه گونه ها نه تنها ارجاعات بیشماری به چنین آفریدگاری شده بلکه استدلال های الهیاتی مبتنی بر چنین درکی در منطق کلی کتاب اهمیت دارد. گاهی گفته می شود داروین با نشان دادن روند به وجود آمدن جهان دنیای علمی را به تکامل تبدیل کرده است. اما آنچه بیشتر باعث شد تبعیت دیگران را جلب کند اصرار داروین بر توضیحات و استدلالات کاملا مبتنی بر طبیعت بود تا انتخاب طبیعی. اثباتگرایی علم را به کشف قوانین و اصولی که برگرفته از دلایل طبیعی محض یا ثانویه هستند محدود می کند و خارج از این محدوده عمل نمی کند. اثباتگرایی فرض را بر این می گذارد که وقتی علتهای طبیعی و فیزیکی بسنده و مناسبی شناخته نشده باشند، باید فرض را بر این بگذاریم که چنین عللی وجود دارند و نباید علل غیر طبیعی دیگری را فرض کنیم. موفقیت قبلی مثبتگرایی در علم بود که پیروزی تکامل در زیستشناسی را تضمین کرد. پاول نلسون، فیلسوف زیستشناسی، سال 1996 گفته یکی از جنبه‌های قابل توجه در نظریه تکامل تدریجی کنونی که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است این است که بسیاری از زیستشناسان و همینطور فلاسفه از استدلال‌های الهیاتی برای تکامل استفاده می‌کنند. سال 2001 کورنلیوس جی هانتر، زیست فیزیکدان، به این نتیجه رسید که مقصود اصلی داروین از استدلالی طولانی این بوده که تکامل تدریجی درست است چون آفرینش الهی نادرست است. داروین اعتقادات مربوط به این موضوع را که خداوند چگونه جهان را آفریده است با طبیعت مطابقت داد و متوجه شد این دو بر هم منطبق نیستند. اما این عدم تطابق تنها به حیطه الهیات محدود نمی‌شد بلکه به همان اندازه به علم هم ربط پیدا می‌کرد. بنابراین بنابر نظر هانتر داروینیسم هرگز به دلایل صرفاً علمی آغاز نشده است. حقایق جدید متافیزیکی ما به اشتباه به عنوان معانی ضمنی تکامل در نظر گرفته می شوند در حالی که در واقع پایه و اساس تکامل تدریجی هستند. با توجه به این نکات میتونیم بگیم که اول فلسفه ماتریالیسم به وجود اومده و بعد داروینیسم. سال 1997 ریچارد سی لونتین ژنتیک دان مفصل توضیح داد که چطور او و کارل ساگان در مناظره ای از داروینیسم دفاع کردند و بعد گفت ما از علم جانبداری میکنیم علارغم پوچ بودن برخی ساختارهایش. چون ما تعهدی قبلی داریم، تعهد به ماتریالیسم، ماتریالیسمی که قطعی است. به همین دلیل نمیتوانیم اجازه بدهیم خدا پادرمیانی کند. از طرفی انجمن زیستشناسی تجربی آمریکا FASBE نظریه رو اینطوری تعریف میکنه. از نظر علمی نظریه توضیح منسجمی از پدیده‌های طبیعی بر اساس مشاهدات و آزمایش‌های مستقیم است. نظریه‌ها منطقی، قابل پیش‌بینی و قابل آزمایشند. آنها در معرض انتقادند و وقتی اثبات شود که اشتباه هستند، اصلاح یا کنار گذاشته می‌شوند. با استفاده از این تعریف تکامل تدریجی هم کنار بقیه نظریه‌های علمی مانند گرانش یا نظریه اتمی که همچون تکامل تدریجی عموماً بین دانشمندان پذیرفته شده اند دسته‌بندی می‌شود. خب بسیاری از داروینیست‌ها متوجه شدند که سوابق فسیلی و جنین‌ها و مولکول‌ها نظریه داروین رو تایید نمی‌کنند و با این حال این نظریه رو بدون اصلاح پذیرفتند و حالا دیگه روشن شد که داروینیست برای عموم دانشمندان اونطور که اونا میگن پذیرفته شده نیست. پس میتونیم به این نتیجه برسیم که طبق تعریف خود داروینیست‌ها از نظریه، تئوری داروین حتی نظریه هم نیست. دوستان این اپیزود به پایان رسید و من همچنان دوست دارم که شما کتاب رو مطالعه بکنید و برنامه‌های آقای امتیاز رو هم ببینید. تا اپیزود بعدی خدا یار و نگهدار شما.